یو ور بیا شراغلاس خبرونه بنډاله نجبی سره ته دلته ایمیلونه راغلی دي وخت وخت باندې غی ته خبرون کې باید ځای ورکم ډیر خلکو ایمیل دا کړی چې دا غی مشمن غوړ چې خبرونه کې برخه واخلي نو تاسو به شمیره هم زمونږه کاریږي او که تاسو غواړئ چې زمونږه ټیم تاسو سره کانټاکټ کړي نو په ایمیل ادرس باندې تاسو خپل ټلیفون نمبر راولېږي زمونږه ټیم تاسو سره په تماس کې شي او بیا هم یو ایمیل راغلی فکر مې کوم کې غیر پښتو ایمیل فارسی را نمیخوانی که متاسفانه که در پشتو ضعیف هستم خو خیر توکل ما هم به خدا موفق باشی. محمد داود تا چی وقت از شکم خودگپا را جور میکنیم از چی وقت ایمیگپا را میفهمی اینمی کل ایمیل هاست ایقا چند صد یا چند هزار دی میتونی که مثلا ما اینمی یک نیم ساعت که برنامه را پیش میبرم تو از ما خبر داری که ما چند جای اصاب ما مصروف میباشه به یکی بندار نرمال که میباشه که یک هفته کلن اونم هفته یک روز ما ایمیل های کل گیره میفهم میخوانم دیگه اینمی چیزا را برای این فقط به دل و ذهنت خودت هستی نمیگه به خاطر نمیگه وزدی انی نمیزدی به خاطر در برنامه من بیبی ما کدام در کدام جای ایمیل بخوانم وقتی که وقت می باشه من می خوانم اما ای که نقطه ذهن شما باشه سرما تپ نکنین لطفا. خب آلی هم ستایش جان از کت ما و ستایش جان که است بر ما یک قصه موتو خوب داره که بر ما یک پیغام خوب داشته باشه. ستایش جان خوش آمدید. تشکر. الهی ایتن دوچار در بیماری نشه، الهی روزتان پر از خیر و برکت باشه، الهی روزتان پر از خیر و برکت باشه. سلام به نجیب جان و به ولی جان و یک سلام به اطفال عزیز و بینده های عزیز تقدیم میکنم. من ستایش نوری امروز میمان خانه هایتان هستم. اطفال عزیز امروز من برایتان قصه حضرت سلیمان صلی الله علیه و سلم را برایتان میگویم. امید که از این پند بگیرید و برایتان جالب تمام شود. روزی یک نفر پیش رسول خدا سلیمان آمد، گفت من میخوایم یکی از زبان حیوانات را یاد بگیرم. اما برایش امی حضرت سلیمان گفت تمول آن را نداری. اما عمر بسیار اصرار کرد و گفت کدام زبان؟ گفت زبان گربه ها را. در گوشش دمید تا زبان گربه ها را آموخت. یک روز دید که دو گربه با هم صحبت می کند. گربه اول گفت من غذایی ندارم، از گرسنگی می برم. گربه دیگر گفت در این خانه خروس است که فردا خواهد مرد، ما آن را خواهیم خورد. مرد این شنید گفت من به خدا نمیگذارم که خروسم را بخورد. آن را رفت فروخت. وقتی که این گربه گرسنه فردا آمد گفت خروس مرد. گفت نخی، این خروس نمرد، این را صاحبش فرو. گفت تشویش نکن، در این خانه گوسفند است که فردا خواهد مرد، ما آن را خواهیم خورد. فردا مرد باز شنید و گفت من به خدا نمیگذارم که خروس گوسفندم را بخورد و آن را رفت فرو. باز این گربه گرسنه فردا آمد گفت چی شد، گوسفند مرد؟ گفت نخی، آن را صاحبش فرو. گفت در این مامی صاحب این خانه مرد، ما آن را از غذایی که از صاحبانش میماند ما آن را میخوریم. میسایی پی اینجا شنید و جل که پیش رسول خدا سلیمان رفت و گفت این گربه ها میگن که من میمرم، لطفا برای مکچاره ساز. گفت خدا انجل جا برای خروس را فدایت کرد اما آن را فروختی، گوسفند را فدایت کرد اما آن را فروختی. حالا خدا به وصیت کفن آن دفن خود را آماده بساز. داستان این قصه ما خدا انجل جلاله و لطف مخفی دارد، ما انسان ها آن را در کرده نمیتونیم و با ازین خود را بازی میده. بسیار خوب ستایش جان عزیز، از طرف امید شرکت امید بهار و آریانا تلویزیون بر خود تحفه اونجا است، برکت خودت میبری او خبرونی وقتم پای ترسلی ولی جانه خدای پامانی باری. بلکل پا خدای مصفارم، فکر کنم زمان مخرب رز ده تقریبا دیر مننه ده همکاری سخری من دوی ما همیشه هم دست دوستان تشکری کنم چه دخپل دوستانو ملاتر تا هر زی که ولی لگستا غونه دوستان دیر مننه خیر روسی کور بدن پلوی اللہ مصفارم خوش پا ولی تر سبا پوری اللہ ممل شد اللہ پامانو.